اصفهان، یادآور میراث گذشتگان که در قلب ایران آرمیده است. این شهر تاریخی و گردشگری از قابلیت و توان بالایی جهت جذب گردشگر برخوردار است. میدان قدیمی شهر موزه ایران چشم هر گردشگری را به خود خیره کرده است. میدانی با گنجینه‌های ارزشمند که روایتگر دوران پرشکوه این میدان است. در امتداد رودخانه زاینده رود، عناصر ارزشمندی از ادوار تاریخی اصفهان وجود دارد. پل شهرستان، قدیمی ترین پل اصفهان، یادگاری از زمان ساسانیان، پل خاجو، پلی که همچون الماسی بر رودخانه می درخشد. پل جویی که از روی آن 33 پل را به خوبی می توان تماشا کرد. و بالاخره پل مارنان که در غربی ترین قسمت شهر آرام گرفته است. بر روی هر کدام از این پل‌ها که قدم بزنی، آنقدر سرت گرم تماشا می شود که می بینی به آخر پل رسیده ای و بی اختیار می گویی چه حیف تمام شد. اینجا مسجد جامع است، قدیمی ترین و بزرگترین مسجد اصفهان. مجموعه کامل از تزئینات دوران اسلامی ایران، جلوه‌ای کم نظیر از همزیستی هنرها در این شهر کهن. در میان ساختمان‌های سر به فلک کشیده، مناره‌های این شهر همچنان پا بر جا و استوار ایستاده‌اند و برج‌های کبوتر شهر را نظاره می‌کنند. کلیسای وانک، گنجینه‌ای دیگر از دوران صفوی، در دل محله‌ای قدیمی با نام جلفا که روزانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را پذیراست. بی‌نظیرترین مجموعه معماری آرامگاهی نیز در اصفهان می باشد. تخت فولاد، میراث گرانبهای ملی و اسلامی ایران. حمام‌های قدیمی این شهر نیز روایتگر بسیاری از آداب و رسوم و فرهنگ این شهر قدیمی هستند، همچون خانه‌های تاریخی که در دل این شهر آرمیده‌اند. در دل بازار قدیمی اصفهان، صنایع دستی ارزشمند و زیبای این شهر در کنار بریانی و گز، سوغات هر مسافری است که به شهر و دیار خود باز می‌گردد. پارک کوهستانی صفه، مجموعه کامل که علاوه بر امکانات تفریحی، چشم‌انداز بسیار زیبایی از شهر دارد. علاوه بر این، یکی از کمیابترین محدوده‌های طبیعی اصفهان، پارک طبیعی ناژوان است که در حاشیه زاینده رود سکون، آرامش، هیجان و زیبایی‌های سحرانگیزی را به بازدید کننده‌ها هدیه می‌کند. عطر دلنشین گل‌ها در باغ زیبا و دیدنی باغ گل‌ها مشام هر بازدید کننده‌ای را در تمام فصول سال نوازش می‌دهد و نگاه هر گردشگری را جلا می‌بخشد. و اینجا آخرین بنا از پرعظمت‌ترین دوران آثار تاریخی ایران بعد از اسلام، یعنی دوران صفوی است. چهار باغ. مگر می شود به اصفهان آمد و در چهار باغش قدم نزد؟